سرخط خبرها. نافذ شدن قانون امر به معروف و نهی از منکر. سرپرست این وزارت میگوید که حجاب و شریعت خط سرخ آنان است. شریعت تطبیق و حجاب دست من سرکر خدا دی باره که من چه سر تعامل نشکاله خدا نخسته خدای مکره کسو کوئی. پذیرفته شدن دیپلمات امارات اسلامی در قزاقستان. اعتبارنامه محمد رحمان رحمانی به عنوان شارژدافیر افغانستان از سوی وزارت خارجه قزاقستان تایید شد. حضور فعال افغانستان در میان کشورهای منطقه و احیای اقتصاد و ثبات در این کشور می انجامد، زیرا وضعیت مردم افغانستان بهتر شده و در کنار آن و تلاش ها برای آغاز کار عملی پروژه تاپی. مقام های ارشد افغانستان و ترکمنستان از لوله تاپی در بندر تورغوندی هرات دیدن کرده و بر آغاز کار عملی آن تاکید کرده. و جان باختن 11 تن در حمله هوایی اسرائیل در غزه. سلام و شب بخیر به مجموعه خبری ساعت 8. خوش آمدید. امروز پنجشنبه اول سنبله سال 1403 هجری خورشیدی است. من داریوش احمدی هستم. مشروع خبرها. همزمان با توشیح و نشر قانون امر به معروف و نهی از منکر در جریده رسمی، سرپرست این وزارت میگوید که حجاب و شریعت خط سرخ آنان است و محتسبان مکلف بر تطبیق این قانون هستند. این قانون 4 فصل و 35 ماده دارد و در آن زنان مکلف بر رعایت کامل حجاب شده و بر محتسبان صلاحیت داده شده تا افراد که احکام شرعی را رعایت نمی کنند زندانی سازند. وزارت عدلیه می گوید که قانون امر به معروف و نهی از منکر پس از توشیح رهبر امارات اسلامی در جریده رسمی نشر شده و پس از این در سراسر کشور قابل تطبیق می باشد. قانون امر به معروف و نهی عن المنکر شامل یک مقدمه، 4 فصل و 35 ماده می باشد که بعد از توشیح علی قدر امیر المؤمنین حفظه الله تعالی نافذ و در جریده رسمی نشر گردیده است. این قانون 4 فصل و 35 ماده دارد که در آن زنان مکلف بر رعایت کامل حجاب شده و بر محتسبان صلاحیت داده شده تا افرادی که احکام شرعی را رعایت نمی کنند زندانی سازند. سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر از محتسبان می خواهد که با مردم رفتار نیک داشته باشند. آد قرآن و در حدیث و مطابق هغه که در محتسب دند هم داده دی با پو دکانونو با هم گرزی دی با در تقلب با هم معلومه ای دی با طول و ناف با هم معلومه وی دی با در سودا حالات با هم معلومه ای چه ملت سر غصو دوکه نکه ای حجاب موضوع پا که ذکر ده التا در عورت حالات معیار ذکر شوه ای ناینده در پارا چه امر بالمعروف نهی عن المنکر اروان مسئولین چه کم عمل کوي او کم تطبیق کوي پیاده کوي د دغه قانون مطابق بکوي. آقای عنفی می افزاید که حجاب و شریعت خط سرخشان است و در این مورد با کسی وارد تعامل نخواهند شد. شریعت تطبیق او حجاب د زمون سره کرخه ده دې باره کې مونږ چا سره تعامل نشو کولی خدا نه خواسته خدای مکړه که څوک وایي چه امر بالمعروف نهی عن المنکر مکوی ده حجاب موضوعات پریده بنگ تاس سر با تعامل و کو رسمیت با او پیجن نو دا شل کال منگ قربانی سده پرور کرده. بر اساس این قانون اگر فرد دستور محتسبان امر به معروف و نهی از منکر را نادیده بگیرد از 1 ساعت تا 3 روز در زندانهای عمومی زندانی و در نهایت نظر به سزایی که از سوی محتسبان تعیین می شود مجازات خواهد شد. برکت قرآن و برکت قانون و قرآن نصرت غیبی الله جل شانه برای ملت افغانستان نصیب شد، کامیابی به دست علما رسید، به دست خادم قرآن رسید، به دست اهل قرآن رسید. اونا خیلی غمگین هستند که به تشویش هستند که اینا به دنیا مسلط نشوند.
هر عوازاتی که باشیم، هر ریاستی که باشیم، هر قماندانی که باشیم، در هونجا در همه هر عامری که در پرسنل خود و واجب است که در مکلف است که در پرسنل خود و امر بالمعروف نهی از منکر داشته باشه. در این قانون زنا، زنکبازی، همجنس بازی، لواطت، بچه بازی، قمار، جنگ انداختن سگ‌ها و پرنده‌ها، سوء استفاده از تیپ و رادیو، خارج شدن صدای زنان یا موسیقی بیرون از خانه یا مجلس، استعمال، خرید و فروش مواد مخدر و برهنه بودن عورت از منکرات خاص یاد شده است. قزاقستان دیپلمات امارات اسلامی را به حیث شارژ دافیر سفارت افغانستان در آن کشور پذیرفت. وزارت خارجه قزاقستان در اعلامیه گفته است که اعتبارنامه محمد رحمان رحمانی را به عنوان شارژ دافیر سفارت افغانستان در آن کشور تایید کرده است. در اعلامیه آمده است که انتصاب آقای رحمانی برای توسعه روابط دو کشور مهم است. در ادامه گسترش روابط دیپلماتیک امارات اسلامی با کشورهای منطقه و جهان، این بار قزاقستان دیپلمات امارات اسلامی را رسما به حیث شارژ دافیر سفارت افغانستان در شهر آستانا پذیرفت. وزارت خارجه قزاقستان در اعلامیه گفته که اعتبارنامه محمد رحمان رحمانی را به حیث شارژ دافیر سفارت افغانستان در آن کشور تایید کرده و علی بیگ باقیوف معاون وزیر خارجه قزاقستان در دیدار از او استقبال کرده است. معاون وزیر خارجه قزاقستان تاکید کرده است که هدف از پذیرش رسمی دیپلمات امارات اسلامی توسعه همکاری‌های تجارتی، اقتصادی و بشردوستانه میان افغانستان و قزاقستان است. حضور فعال افغانستان در میان کشورهای منطقه و احیای اقتصاد و ثبات در این کشور می‌انجامد، زیرا وضعیت مردم افغانستان بهتر شده و در کنار آن به صلح و امنیت در منطقه کمک می‌کند. جمهوری قزاقستان آقای محمد رحمانی را به عنوان شارژ دافیر افغانستان تایید کرده است که هدف اصلی آن گسترش همکاری‌های تجارتی، اقتصادی و بشردوستانه بین قزاقستان و افغانستان است. کشورهای منطقه و کشورهای همسایه بالاخره مجبور هستند بنابر روند تجارتیشان استفاده از ترانزیت، رابطشان به آسیا مرکزی با جنوبی و جنوبی به مرکزی و یا به اروپای شرقی از خاک افغانستان استفاده کنند و یایی که خطوط هوایی استفاده کنه و یایی که بخاطر تضمین امنیت خود مطمئن بسازه، به یک شکل نه یک شکل رابطه با افغانستان با امارات اسلامی طالبان بسازن. وزارت خارجه قزاقستان تاکید کرده که آن کشور از تحکیم تلاش‌های بین‌المللی برای ارائه کمک به افغانستان و حل مشکلات پیچیده بشردوستانه آن حمایت می‌کند. پیش از این دولت قزاقستان امارات اسلامی را از فهرست گروه‌های تروریستی در آن کشور نیز حذف کرده و بر تعامل با دولت سرپرست افغانستان تاکید کرده بود. کشور قزاقستان به نسبت یک از همسایه‌های افغانستان در 3 سال گذشته تلاش نموده است تا گسترش روابط خود را با حکومت سرپرست فعلی افغانستان ازجاب ببخشد، که البته تحکیم و گسترش رابط بیشتر بر مبنای اقتصادی بوده و با منافع ملی و اقتصادی خود قزاقستان در منطقه صورت میگیرد، زیرا افغانستان به اساس موقعیت ژئوپلیتیک و استراتژیک دارد میتواند در قسمت وسط قزاقستان و سایر کشورهای آسیای میانه و آسیای جنوبی نقش مهمی را داشته باشد. از سوی هم دیروز وزارت امور خارجه کشور گفت که بدرالدین حقانی سفیر تازه قبول شده امارات اسلامی در امارات متحده عربی طی مراسم اعتبارنامه خود را به سیف عبدالله شامسی معاون پروتکل وزارت خارجه آن کشور تسلیم کرد. آقای بدرالدین حقانی روابط افغانستان و امارات متحده عربی را تاریخی دانست و از همکاری و کمک‌های مداوم آن کشور ابراز قدردانی کرد. با گفته وزارت خارجه، آقای عبدالله شامسی نیز روابط افغانستان با امارات متحده عربی را مهم دانست و ابراز امیدواری کرد که با تعیین سفیر جدید این روابط دو جانبه بیشتر تقویت شود. اتحادیه اروپا تلاش میکند تعهدات نشست سوم دوحه عملی شوند. سرپرست نمایندگی اتحادیه اروپا در دیدار با مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزراء گفته که این اتحادیه تلاش میکند تعهدات انجام شده در سومین نشست دوحه عملی شوند. رافائلا یودیس همچنان گفته است که اتحادیه اروپا آماده همکاری با بخش تعلیم و تربیت به ویژه در ساخت مکتب ها است. مولوی عبدالکبیر از خانم یودیس خواسته است که وضعیت واقعی افغانستان و امارات اسلامی را با جهان و مسئولان اتحادیه اروپا شریک ساخته و تعهدات سومین نشست دوحه هرچه زودتر عملی گردد. گزارش از خدیجه کوهستانی. پایان ماموریت دو ساله رافیلا ایودیس سرپرست نمایندگی اروپا در افغانستان.
این دیپلمات زن در شرایط دشوار از اتحادیه اروپا در کابل نمایندگی می کرد. هرچند که کار آن تنها متمرکز بر کمک های بشر دوستانه بود و در این مدت تعامل کابل با اتحادیه اروپا آنچنان گسترش نیافت. حالا او دیدارهای تودیعیش را دارد. در گام نخست با معاون سیاسی رئیس الوزرا دیدار تودیعی داشته است. او در این نشست گفته که اتحادیه اروپا تلاش می کند تعهدات 30 نشست دوحه عملی شوند، از معارف در افغانستان حمایت شود، همچنان وضعیت افغانستان را با اعضای اتحادیه شریک خواهد ساخت. این اتحادیه تلاش می کند تا تعهدات انجام شده در 30 نشست دوحه عملی گردد. اتحادیه اروپا آماده همکاری با سیستم تعلیمی و اعمار مکاتب افغانستان می باشد. وضعیت و انکشافات در افغانستان به سوی مثبت در حرکت است و تلاش خواهد کرد که وضعیت افغانستان را با اعضای اتحادیه اروپا شریک سازند. مولوی عبدالکبیر هم ماموریت او را در کابل مؤثر دانسته است و گفته است که اتحادیه اروپا در بخش فراهمسازی کمک‌های بشری با افغانستان همکاری زیاده کرده است. معاون سیاسی رئیس الوزراء افزوده است که آنان موقف امارت اسلامی در روابط با کشورها بر اساس تعامل، احترام متقابل و همکاری استوار است و امیدوارند که تعهدات 30 نشست دوحه هر چه زودتر عملی شود. محترم مولوی صاحب عبدالکبیر په هیواد کې د اروپایي ټولنې د 16 پیری ماموریت ګټور و بل او زیات کړه. د بشری مرستو په برخه کې د اروپایي ټولنې ونډه د پام وړ ده. نوموړي در ازول د اسلامي امارت دریس په تعامل، متقابل احترام او همکاري ولر ده او ذات اسلامي امارت له نړۍ سره پر کړو ژمنو عمل کړی ده او د محل د نشي توکو کښت سپر شوی. در سوی دیگر خانم رافیلا ایودیس با معین سیاسی وزارت خارجه نیز دیدار داشته و در این دیدار گفته است که ابتدا یک نشست مفصل با سفیران کشورها در رابطه با افغانستان در دوحه می داشته باشد و سپس با مقامات اتحادیه اروپا در بروکسل نیز دیدار مفصل درباره افغانستان خواهد داشت. شازدافیر اروپا می تانست که در حیات اقتصادی مردم افغانستان نقش اساسی را بازی بکنه، ولی بدبختانه آن کمکایی را که مردم افغانستان نیاز داشتند و امروز نیاز دارند هنوز اروپایی ها به دست ناوردن. با این حال امارت اسلامی میگوید که با تعهدات خود با جهان عمل کرده است و اکنون کشت مواد مخدر به صفر رسیده، فساد اداری پایان یافته، تداوی معتادین ادامه دارد و از افغانستان به هیچ کسی خطر متوجه نیست. مخوم های افغانستان و ترکمنستان در مورد چگونگی آغاز به کار چندین پروژه اقتصادی به ویژه پروژه تاپی گفتگو کردند. همچنان وزیران خارجه دو کشور از لوله تاپی و خط آهن ترغندی نیز دیدار کردند. امیرخان متقی به هیئت ترکمنستانی اطمینان داده که تمام آمادگی ها برای آغاز کار پروژه تاپی در افغانستان گرفته شده است. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه با هیئت بلندپایی ترکمنستان به رهبری وزیر امور خارجه آن کشور در بندر تورغوندی دیدار کرده است. هیئت‌های دو کشور همچنان از لوله تاپی، تاپ و راه آهن تورغوندی دیدن کردند. آقای متقی به هیئت ترکمنستانی اطمینان داده که تمام آمادگی‌ها برای آغاز کار پروژه‌های تاپی در افغانستان گرفته شده است. تاپی پروژه د شروع کې دوه او د هغې د غذای او ترتیب د کتلو لپاره له هغې ساحې نه لیدنه وشوه. له دې نه علاوه به په نږدې راتلونکي کې په هرات کې د نور الجهاد سب اسټیشن د افتتاح لپاره تصمیم نیول کیږي. همدارنګه د اورګاډي د خط آهن د غځولو لپاره هرات ته په دې متعلق باندې به تصمیم نیول کیږي. رشید مرادوف وزیر امور خارجه ترکمنستان به هیئت افغانستان همچنان اطمینان داده است که به زودی در زمینه آغاز کار پروژه تاپی در خاک افغانستان توسعه راه آهن تورغوندی و گشایش نیروگاه برق نورجهاد در شهر هرات اقدام خواهد کرد. ترکمنستان تعهد کامل دارد تا به زودی کار عملی پروژه تاپی و بازسازی خط آهن و استیشن آن را آغاز کند و همچنان سب استیشن نورالجهاد به بهره برداری خواهد رسید.
شمار از آگاهان اقتصادی میگویند که آغاز کار عملی پروژه های زیربنایی مهم است و کار این پروژه ها باید هر چه زودتر آغاز شود. ما امیدوار هستیم که این پروژه با همکاری چند کشور این عملاً کار شروع شود. در این پروژه هم ترکمنستان نیاز به صادرات گاز داره، هم افغانستان نیاز داره به این پروژه و هم هند و پاکستان. ما امیدوار هستیم که یک تعامل منطقه‌ای به وجود بیاید و این پروژه عملاً شروع شود. در حال حاضر سول و ثبات هست، زمین ها استملاک شده، از نظر امنیتی کدام نگرانی نیست. پروژه تاپیک گاز ترکمنستان را به پاکستان و هند انتقال می دهد، از خاک افغانستان می گذرد و هزینه این پروژه 22 میلیارد و 500 میلیون دلار تخمین زده شده است. اداره اترام می گوید که برای شفافیت در روند ثبت سیم کارت ها سیستم را ایجاد کردند که بر اساس آن کس نمی تواند تقلب کند. به گفته مسئولان این اداره، هرگاه نام و یا تاریخ تولد کسی در جریان ثبت سیم کارت ها اشتباه ثبت شود، سیم کارت فرد راجستر نشده و رد می شود. گزارش از فرهناز فریبرز. مدت است که شبکه های مخابراتی روند ثبت سیم کارت ها را با تذکره های الکترونیکی آغاز کردند و همه دارندگان سیم کارت ها مکلف بر ثبت آن هستند، در غیر آن سیم کارت ها محدود خواهد شد. حالا اداره اترا برای جلوگیری از تقلب در روند راجستر نمودن سیم کارت ها سیستم را ایجاد کرده تا کسی نتواند با تذکره های تقلبی سیم کارتش را راجستر نماید. مخابرات و معلوماتی تکنولوژی وزارت سیستم جوړون ریاست لخوا د اترا ادارې د سیم کارتونو ثبت او راجستریشن د پروسی د خه مدیریت په خاطر یو سیستم را منځته شوی دی چې دغه سیستم اوس فعلا په ټولو مخابراتي شرکتونو کې تطبیق دی، او د دې د سیستم پر بنسټ باندې ټول مخابراتي شرکتونه مشتریانو ته د سیم کارت ورکولو په وخت کې د دوی د تذکرې تاییدي د احصایي ملي ادارې څخه کوي. این سیستم طور ساخته شده است که هرگاه نام و تاریخ تولد دارنده سیم کارت نادرست ثبت شود، سیم کارت راجستر نشده و فرد باید دوباره سیم کارتش را ثبت نماید. با گفته سخنگوی این اداره، سیستم را که ساختند با اداره ملی احصایه و معلومات وصل است و آنان به جزئیات تذکره افراد دسترسی دارند. دې سیستم پرمټ باندې اوس هیڅ څوک نشي کولای چې په جلی تذکره باندې سیم کارت ترلاسه کړي، ځکه چې دا سیستم د احصایی ملی اداره د الکترونیکی تذکرې سیستم سره وصل دی، او د اترا ادارې د تاییدې وروسته د مشتریانو د هویت د تثبیت د احصایی ملی اداره لخوا کیږي او بیا مشتریانو ته سیم کارت ورکول کیږي. این در حال است که در حال حاضر 25 میلیون سیم کارت فعال در کشور وجود دارد که از این جمله به تعداد 10 میلیون سیم کارت بر اساس تذکره های الکترونیکی ثبت و راجستر شده است و این روند به گونه جدی در حال اجرا و تطبیق است. روزنامه اتفاق اسلام تنها رسانه چاپی در هرات 104 ساله شد. مسئولان محلی، فرهنگیان و نویسنده ها سال روز این روزنامه را تجلیل کردند. طی بیش از 100 سال گذشته این روزنامه فراز و نشیب‌های زیاده داشته است. هنوز با همان سبک قدیمی در 4 صفحه سیاه و سفید چاپ می شود. وعده و نویدهایی که طی سالهای گذشته برای رشد و شکوفایی این رسانه چاپی داده شده تا حالا عملی نگردیده است. ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات تاکید می کند که در آینده این روزنامه در 8 صفحه و به گونه رنگه چاپ خواهد شد. 104 سال است که این روزنامه این گونه چاپ می شود. تنها رسانه چاپی که طی مدت بیش از یک قرن بدون وقفه طولانی مدت چاپ شده و به دسترس مردم قرار گرفته. اما برای شکوفایی و رشد آن کار چندان صورت نگرفته است. در چاپی رسانه و اهمیت بده که دهی چه دهی و تاریخ دهی پاتی کیجی در اینده نسلون و در پاره. نومر رو تاسو باید بگرد بنده لدی ورسپانی دا هم اولو دا پارا، در رسپانی دا پارا او بدی برخه که لا زیار او کار دا پارا مرو تاسو بگردو بندی کوشش وکو. فرهنگیان به این باورند که فرهنگ مطالعه و روزنامه خانی در جامعه کمرنگ شده است. در گذشته ها نسخه های این روزنامه بیشتر در شهر دیده می شد. حالا نه تنها این که علاقمندی به مطالعه روزنامه نیست، بلکه تغییرات در چگونگی فعالیت این رسانه چاپی نیز نیامده است.
روزنامه اتفاق اسلام نه تنها مرکز معلومات دهی بوده، اطلاعات دهی بوده، بلکه معلومات دهی است به معنی که با اوراق وزین خود با نشر مطالب علمی، ادبی، فرهنگی، حماسی و در مجموع معلوماتی بر شان و شکوه اعتبار این روزنامه بیفزاده که همه روزنامه‌های کشورهای همجوار به علمی شکوه و اطلاع این روزنامه اعتراف منصفانه دارند. صفحاتش روش نکرد، باید منابع مستقل می‌داشت، دلیل‌های زیاد می‌داشت و تصویر می‌داشت و بالاخره رنگه چاپ می‌شد. با کمال تأسف تا امروز که ما با شما صحبت می‌کنم به اتفاق اسلام نظر آنچنانی که لازم بود توجه خاصی نشد. در این 100 سال که از عمر این روزنامه می‌گذرد، در برخ مواقع تا 4000 شماره آن هم چاپ شده است. اما به مرور زمان تیراژ آن کم شد و حکومت‌ها در این قسمت توجه آنچنانی نکردند. امسال 104مین سالگرد فعالیت روزنامه را تجلیل می‌کنیم در ریاست اطلاعات فرهنگ هرات و تیراژی که ما داریم روزانه بین 300 تا 400 شماره در سطح شهر هرات توزیع میشه و همچنان از طریق صفحات مجازی، صفحات اجتماعی هم روزنامه به گونه پی دی اف و عکسش نشر میشد. نخستین شماره این روزنامه در اول سنبله 1299 خورشیدی چاپ شد. حالا که 104 سال از عمر این روزنامه میگذرد، هنوز هم چاپ میشود. در حال حاضر همه روزه تا 400 شماره آن چاپ و به دسترس علاقمندان قرار میگیرد. مسئولان محلی ننگرهار میگویند که در بارندگی های دو روز گذشته دو تن جان باخته و 6 تن دیگر زخمی شدند و همچنان 1 تن دیگر ناپدید شده است. این مسئولان می افزایند که 450 خانه و 201 دکان به گونه کلی و قسمی تخریب شدند. آسیب دیدگان خواهان کمک هستند. شپږ نفره د دې تیرو دوه ورځو طبیعي حوادثو له وجې زخمیان لرو، دوه شهیدان لرو، یو نادرکه لرو. همدغسې د زراعت په برخه کې تر سل جریبه ځمکه پورې زموږ زراعتي فصل تخریب شوی دی د تیرو دوه ورځو طبیعي حوادثو له وجې. دلته ناست وو که نه، سیلاب راغی، بس ماشومانه لابې ویستله او ټول کالی مالی اوڑی دی، ٹول ٹول او زمان بیمار دی، زمان کور والا دی، اسخات میں برابر کرده او اغم اوڑی دی. با افزایش انتقادها و نگرانیها از افزایش ادویه و مواد خوراکی بی‌کیفیت و تاریخ گذشته در ولایت تخار، آمریت غذا و ادویه این ولایت 180 تن ادویه و مواد خوراکی بی‌کیفیت و مضر را جمع‌آوری و حریق کرده است. باشندگان تخار میگویند که افزایش مواد غذایی بی‌کیفیت و ادویه تاریخ گذشته منجر به افزایش امراض گوناگون شده است. افزایش غذا و ادویه بی‌کیفیت در بازار شهر طالقان نگرانی های جدی باشندگان تخار را برانگیخته است. شماری از باشندگان این ولایت با استقبال از فعالیت آمریت غذا و ادویه میگویند که فروش ادویه و مواد خوراکی تا گذشته در این ولایت سبب افزایش امراض گوناگون در میان مردم شده است. خواست هر شهروند می است که باید یک شهری داشته باشیم که در تمام موارد ما مطمئن باشیم، چه از لحاظ دوا، چه غذا. چون مردم ما اکثرت بی سواد هستند، سواد کم دارند، متوجه نمیشن، میرن پول میتن عوضی که دوا بگیرن یا غذا بگیرن برایشان مفید تمام شوه، اگر خدای نخواسته تاریخش تیر باشه برایشان مضر تمام میشه. اکسپایر دوا باعث سیزی شده که در مشکلات و مریضی های مردم افزوده و مردم سرگردان و پریشان هستند و به کشورهای پاکستان و هندوستان میخوان برن اونجا مداوا شون. با این حال مسئولان آمریت غذا و ادویه این ولایت میگویند 180 تن مواد خوراکی و ادویه تاریخ گذشته که توسط دکانداران برای مردم به فروش میرسید در مدت دو ماه از مربوطات شهر طالقان جمع آوری و آن را حریق کردند. آمریت غذا و ادویه ولایت تخار در حدود بیشتر از 7 ماه میشود که در ولایت تخار فعالیت نموده است که تقریبا در حدود دو ماه میشه که ما بیشتر از 180 تن مواد غذایی و ادویه تاریخ گذشته را ما از مرکز شهر طالقان جمع‌آوری و شما فعلا شاهد ادرش هستید. به گفته مسئولان کمتر از 7 ماه از ایجاد آمریت اداره غذا و ادویه در تخار می‌گذرد.
و این اداره تا کنون بیش از 200 تن انواع مواد غذایی، نوشابه باب و ادویه طارق دشته را از مرکز و ولسوالی ها جمع آوری و حریق کرده است. حال هم خبرهای اقتصادی. کمیسیون تدارکات ملی برزش 5 میلیارد افغانی 31 پروژه مختلف را منظور کرد. معاونیت اقتصادی میگوید که پروژه های منظور شده شامل تکمیل کار باقیمانده بند ذخیره‌ای آبگردان ولایت بادغیس، بازسازی یک توربین فابریکه تولیدی برق نقلو، تدارک وسایل مربوط به برق در ولایت مختلف، ارائه خدمات مخابراتی و اینترنتی با کیفیت و سریع به شهروندان، ارائه خدمات در گمرکات مختلف کشور، تکمیل شبکه آبرسانی شهر قلعه نو ولایت بادغیس و تعداد از پروژه های دیگر شامل می باشد که سوی امارات اسلامی تمویل می کرد. منظوری کار 31 پروژه برزش حدود 5 میلیارد افغانی از سوی کمیسیون تدارکات ملی. بر بنیاد خبرنامه معاونیت اقتصادی ریاست الوزراء، در جلسه نوبتی کمیسیون تدارکات ملی 40 پروژه را برای منظوری ارائه نموده که از این میان قرارداد 31 پروژه برزش 5 میلیارد افغانی منظور، 7 پروژه تعدیل و 1 پروژه لغو گردیده است. پروژه های منظور شده شامل تکمیل کار باقیمانده بند ذخیره‌ای آبگردان ولایت بادغیس، بازسازی یک توربین فابریکه تولید برق نقلو، تدارک وسایل مربوط به برق در ولایات مختلف، ارائه خدمات مخابراتی و اینترنتی با کیفیت و سریع برای شهروندان، ارائه خدمات در گمرکات مختلف کشور، تکمیل شبکه آبرسانی شهر قلعه نو ولایت بادغیس و تعداد از پروژه های دیگر شامل بوده که از سوی امارت اسلامی تمویل می گردد. کمیسیون تدارکات ملی 31 پروژه را به ارزش حدود 5 میلیارد افغانی منظور کرد. این پروژه ها شامل روانهای مخابراتی، گمرکات، ذخایر آبی و مسائل انرژی به خصوص انرژی برق را شامل می شود. از سوی هم برخ از آگاهان می گویند که راه اندازی پروژه های بزرگ اقتصادی در توسعه اقتصاد کشور و اشتغال پایدار به عنوان چشمه عایداتی سودمند خواهند بود. هر حرکت اقتصادی هرگاه به شکل درستش مدیریت شود می تواند اثر مثبت به اقتصاد داشته باشد. بنان پروژه های تدارکاتی هم می تواند میزان اشتغال بلند برده باشد و یک انگیزی خوب و یک مشوقی خوب به تجار و متشبث باشد و مولد باشد. بنان در نوع خود می تواند در بالندگی اقتصاد کشور نقش برانزنده مثبت داشته باشد. با این حال معاون اقتصادی رئیس الوزراء با شمار از تاجران کویتی دیدار کرده و به آنان اطمینان داده است که در افغانستان زمینه ی سرمایه گذاری در بخش های مختلف فراهم شده است. نمایشگاه پیروزی و پیشرفت های اقتصادی افغانستان افتتاح شد. در این نمایشگاه محصولات و تولیدات با کیفیت کشور در سکتورهای مختلف در 310 غرفه به مدت 4 روز به نمایش گذاشته شده است. برگزار کنندگان میگویند که تولیدات افغانستان در دنیا جایگاه خود را پیدا کرده و در بزرگترین کشورهای دنیا صادر می شود. اتاق تجارت و سرمایه گذاری میگوید که صادرات افزایش و واردات کاهش یافته است. برخی دیگر هم بر استفاده از تولیدات داخلی در کشور تاکید دارند. کوشش پر دیروان دیگه څنګه د افغانستان تولیدات د افغانستان کې تولید ډیر سي او موږ د خارجي هغه تولیدات چې په افغانستان کې د وغو مخه ونیسو. زموږ ځغ دی پر همسایګانو پر ټول باندې چې راسي په افغانستان کې سرمایه گذاری وکړي. افغانستان د سرمایه گذاری د پاره ښه فرصت دی. تقریبا افغانستان اوس په صنعت کې، په تجارت کې، په ترانزیت کې، په زراعت کې خپل مختلف پلانونه لري. پیشنهاد ما به بزرگای حکومتی است که باید تولید وطنه بالخصوص میوه و سبزیجات کشور ما را خوبترین مارکت برای ما حکومت ماست. باید حکومت ما خریداری کنه تا که باشه امروز که مشکلات ما داریم این یک راه حل برش پیدا شود. نرخ ارزها. از توجه و همراهیتان با مجموعه خبری ساعت 8 سپاسگزار هستم. خبرها در همینجا به پایان میرسد. خدا نگهدار. حامی نشر این برنامه افغان بیسی
سریع‌ترین و بزرگترین شبکه 4G در افغانستان.